أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. حامیم. این کتابی است که از سوی خداوند قادر و دانا نازل شده است، خداوندی که آمرزنده گناه، پذیرنده توبه، دارای مجازات سخت و صاحب نعمت فراوان است. هیچ معبودی جز او نیست و بازگشت همه شما تنها به سوی اوست. تنها کسانی در آیات ما مجادله می کنند که کافر شده اند، پس مبادا رفت و آمد آنان در شهرها تو را بفریبد. پیش از آنها قوم نوح و اقوامی که بعد از ایشان بودند پیامبرانشان را تکذیب کردند و هر امتی در پی آن بود که توطئه کند و پیامبرش را بگیرد و آزار دهد و برای محو حق به مجادله باطل دست زند. اما من آنها را گرفتم و سخت مجازات کردم. ببین که مجازات من چگونه بود. و این گونه فرمان پروردگارت درباره کسانی که کافر شدند مسلم شده که آنها همه اهل آتشند، رشتگانی که حاملان عرشند و آنها که گرداگرد آن تسبیح و حمد پروردگارشان را میگویند و به او ایمان دارند و برای مؤمنان استغفار میکنند و میگویند پروردگارا رحمت و علم تو همه چیز را فرا گرفته است، پس کسانی را که توبه کرده و راه تو را پیروی میکنند بیامرز و آنان را از عذاب دوزخ نگاه دار. پروردگارا آنها را در باغهای جاویدان بهشت که به آنها وعده فرموده ای وارد کن، همچنین از پدران و همسران و فرزندانشان هر کدام که صالح بودند، که تو توانا و حکیمی، و آنان را از بدیها نگاه دار و هر کس را در آن روز از بدیها نگاه داری مشمول رحمتت ساخته ای، و این است همان رستگاری عظیم. کسانی را که کافر شدند روز قیامت صدا می زنند که عداوت و خشم خداوند نسبت به شما از عداوت و خشم خودتان نسبت به خودتان بیشتر است، چرا که به سوی ایمان دعوت می شدید ولی انکار می کردید. آنها می گویند پروردگارا ما را دوبار می راندی و دوبار زنده کردی، اکنون به گناهان خود معترفیم، آیا راهی برای خارج شدن از دوزخ وجود دارد؟ این به خاطر آن است که وقتی خداوند به یگانگی خوانده می شد انکار می کردید و اگر برای او همتایی می پنداشتند ایمان می آوردید. اکنون داوری مخصوص خداوند بلند مرتبه و بزرگ است. او کسی است که آیات خود را به شما نشان می دهد و از آسمان برای شما روزی با ارزشی می فرستد. تنها کسانی متذکر این حقایق می شوند که به سوی خدا باز می گردند. تنها خدا را بخوانید و دین خود را برای او خالص کنید، هرچند کافران ناخشنود باشند. او درجات بندگان صالح را بالا می برد. او صاحب عرش است، روح مقدس را به فرمانش بر هر کس از بندگانش که بخواهد القا می کند تا مردم را از روز ملاقات بیم دهد، روزی که همه آنان آشکار می شوند و چیزی از آنها بر خدا پنهان نخواهد ماند و گفته می شود حکومت امروز برای کیست؟ برای خداوند یکتای قهار است. امروز هر کس در برابر کاری که انجام داده است پاداش داده می شود.
امروز هیچ ظلمی نیست، خداوند سریع الحساب است. و آنها را از روز نزدیک بترسان، هنگامی که از شدت وحشت دلها به گلوگاه می رسد و تمامی وجود آنها مملو از اندوه می گردد. برای ستمکاران دوستی وجود ندارد و نه شفاعت کننده ای که شفاعتش پذیرفته شود. او چشمهایی را که به خیانت می گردد و آنچه را سینه ها پنهان می دارند می داند. خداوند به حق داوری می کند و معبودهایی را که غیر از او می خوانند هیچ گونه داوری ندارند. خداوند شنوا و بیناست. آیا آنها روی زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بود؟ آنها در قدرت و ایجاد آثار مهم در زمین از اینها برتر بودند، ولی خداوند ایشان را به گناهانشان گرفت و در برابر عذاب او مدافعی نداشتند. این برای آن بود که پیامبرانشان پیوسته با دلایل روشن به سراغشان می آمدند، ولی آنها انکار می کردند. خداوند هم آنان را گرفت که او قوی و مجازاتش شدید است. ما موسی را با آیات خود و دلیل روشن فرستادیم به سوی فرعون و هامان و قارون، ولی آنها گفتند او ساحری بسیار دروغگوست. و هنگامی که حق را از سوی ما برای آنها آورد گفتند پسران کسانی را که با موسی ایمان آورده اند بکشید و زنانشان را برای اسارت و خدمت زنده بگذارید. اما نقشه کافران جز در گمراهی نیست. و فرعون گفت بگذارید موسی را بکشم و او پروردگارش را بخواند تا نجاتش دهد، زیرا من می ترسم که آیین شما را دیگرگون سازد و یا در این سرزمین فساد برپا کند. موسی گفت من به پروردگارم و پروردگار شما پناه می برم از هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی آورد. و مرد مؤمنی از آل فرعون که ایمان خود را پنهان می داشت گفت آیا می خواهید مردی را بکشید به خاطر اینکه میگوید پروردگار من الله است، در حالی که دلایل روشنی از سوی پروردگارتان برای شما آورده است؟ اگر دروغگو باشد دروغش دامن خودش را خواهد گرفت، و اگر راستگو باشد بعضی از عذابهایی را که وعده میدهد به شما خواهد رسید. خداوند کسی را که اسرافکار و بسیار دروغگوست هدایت نمی کند. ای قوم من، امروز حکومت از آن شماست و در این سرزمین پیروزید. اگر عذاب خدا به سراغ ما آید چه کسی ما را یاری خواهد کرد؟ فرعون گفت من جز آنچه را معتقدم به شما ارائه نمی دهم و شما را جز به راه صحیح راه نمایی نمی کنم. دستور همان قتل موسی است. آن مرد با ایمان گفت ای قوم من بر شما از روزی همانند روز عذاب اقوام پیشین بیمناکم و از عادتی همچون عادت قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنان بودند میترسم و خداوند ظلم و ستمی بر بندگانش نمیخواهد. ای قوم من بر شما از روزی که مردم یک دیگر را صدا می زنند بیمناکم، همان روزی که روی می گردانید و فرار می کنید، اما هیچ پناهگاهی در برابر عذاب خداوند برای شما نیست و هر کس را خداوند به خاطر اعمالش گمراه سازد هدایت کننده ای برای او نیست. پیش از این یوسف دلایل روشن برای شما آورد، ولی شما همچنان در آنچه او برای شما آورده بود تردید داشتید تا زمانی که از دنیا رفت گفتید هرگز خداوند
بعد از او پیامبری مبعوث نخواهد کرد. این گونه خداوند هر اسراف کار تردید کننده ای را گمراه می سازد. همانها که در آیات خدا بیان که دلیلی برایشان آمده باشد به مجادله برمی خیزند. این کارشان خشم عظیمی نزد خداوند و نزد آنان که ایمان آورده اند به بار می آورد. این گونه خداوند بر دل هر متکبر جباری مهر می نهد. فرعون گفت: ای هامان، برای من بنای مرتفعی بساز، شاید به وسایلی دست یابم، وسایل صعود به آسمانها تا از خدای موسی آگاه شوم، هرچند گمان می کنم او دروغگو باشد. این چنین اعمال بد فرعون در نظرش آراست جلوه کرد و از راه حق باز داشته شد و توطئه فرعون جز به نابودی نمی انجامد. کسی که از قوم فرعون ایمان آورده بود گفت: ای قوم، از من پیروی کنید تا شما را به راه درست هدایت کنم. ای قوم من، این زندگی دنیا تنها متاع زود گذری است و آخرت سرای همیشگی است. هر کس بدی کند جز به مانند آن کیفر داده نمی شود، ولی هر کس کار شایسته ای انجام دهد، خواه مرد یا زن، در حالی که مؤمن باشد آنها وارد بهشت می شوند و در آن روزی بی حسابی به آنها داده خواهد شد. ای قوم من، چرا من شما را به سوی نجات دعوت می کنم اما شما مرا به سوی آتش فرا می خوانید؟ مرا دعوت می کنید که به خداوند یگانه کافر شوم و همتایی که به آن علم ندارم برای او قرار دهم، در حالی که من شما را به سوی خداوند عزیز غفار دعوت می کنم. قطعا آن که مرا به سوی آن می خوانید نه دعوت و حاکمیتی در دنیا دارد و نه در آخرت، و تنها بازگشت ما در قیامت به سوی خداست و مصرفان اهل آتشند. به زودی آنچه را به شما می گویم به خاطر خواهید آورد. من کار خود را به خدا وا می گذارم که خداوند نسبت به بندگانش بیناست. خداوند او را از نقشه های سوء آنها نگه داشت و عذاب شدید بر آل فرعون وارد شد. عذاب آنها آتش است که هر صبح و شام بر آن عرضه می شوند و روزی که قیامت برپا شود می فرماید: آل فرعون را در سخت ترین عذاب ها وارد کنید. خاطر بیاور هنگامی را که در آتش دوزخ با هم محاجه می کنند. ضعیفان به مستکبران می گویند: ما پیرو شما بودیم، آیا شما امروز سهمی از آتش را به جای ما پذیرا می شوید؟ تکبران می گویند: ما همگی در آن هستیم، زیرا خداوند در میان بندگانش به عدالت حکم کرده است. آنها که در آتشند به مأموران دوزخ می گویند: از پروردگارتان بخواهید یک روز عذاب را از ما بردارد. آنها می گویند: آیا پیامبران شما دلایل روشن برایتان نیاوردند؟ میگویند: چرا؟ آنها میگویند: پس هر چه میخواهید خدا را بخوانید، ولی دعای کافران به جایی نمیرسد و جز در زلالت نیست. ما به یقین پیامبران خود و کسانی را که ایمان آورده اند در زندگی دنیا و در آخرت روزی که گواهان به پا می‌خیزند یاری می‌دهیم. روزی که عذرخواهی ظالمان سودی به حالشان نمی‌بخشد و لعنت خدا برای آنها و خانه و جایگاه بد نیز برای آنان است. ما به موسی هدایت بخشیدیم و بنی اسرائیل را وارثان کتاب قرار دادیم، کتابی که مایه هدایت و تذکر برای صاحبان عقل بود. پس ای پیامبر، صبر و شکیبایی پیشه کن که وعده خدا حق است
و برای گناهت استغفار کن و هر صبح و شام تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور. کسانی که در آیات خداوند بدون دلیلی که برای آنها آمده باشد ستیز جویی می کنند، در سینه هایشان فقط تکبر و غرور است و هرگز به خواسته خود نخواهند رسید. پس به خدا پناه بر که او شنوا و بیناست. آفرینش آسمان ها و زمین از آفرینش انسان ها مهمتر است، ولی بیشتر مردم نمی دانند. هرگز نابینا و بینا یکسان نیستند. همچنین کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند با بدکاران یکسان نخواهند بود، اما کمتر متذکر می شوید. روز قیامت به یقین آمدنی است و شکی در آن نیست، ولی اکثر مردم ایمان نمی آورند. پروردگار شما گفته است مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم. کسانی که از عبادت من تکبر می ورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ می شوند. خداوند کسی است که شب را برای شما آفرید تا در آن بیاسایید و روز را روشنی بخش قرار داد. خداوند نسبت به مردم صاحب فضل و کرم است، ولی بیشتر مردم شکرگزاری نمی کنند. این است خداوند پروردگار شما که آفریننده همه چیز است. هیچ معبودی جز او نیست. با این حال چگونه از راه حق منحرف می شوید؟ چون این کسانی که آیات خدا را انکار می کردند از راه راست منحرف می شوند. خداوند کسی است که زمین را برای شما جایگاه امن و آرامش قرار داد و آسمان را همچون سقفی بالای سرتان، و شما را صورتگری کرد و صورتتان را نیکو آفرید و از چیزهایی پاکیزه به شما روزی داد. این است خداوند پروردگار شما. جاوید و پربرکت است خداوندی که پروردگار عالمیان است. زنده واقعی اوست، معبودی جز او نیست. پس او را بخوانید در حالی که دین خود را برای او خالص کرده اید. ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است. بگو من نهی شده ام از این که معبودهایی را که شما غیر از خدا می‌خوانید بپرستم، چون دلایل روشن از جانب پروردگارم برای من آمده است و مأمورم که تنها در برابر پروردگار عالمیان تسلیم باشم. او کسی است که شما را از خاک آفرید، سپس از نطفه، سپس از علقه، سپس شما را به صورت طفلی از شکم مادر بیرون می‌فرستد، بعد به مرحله کمال قوت خود می رسید و بعد از آن پیر می شوید، و در این میان گروهی از شما پیش از رسیدن به این مرحله می میرند و در نهایت به سرآمد عمر خود می رسید و شاید تعقل کنید. او کسی است که زنده می کند و می میراند، و هنگامی که کاری را مقرر کند تنها به آن می گوید موجود باش، بیدرنگ موجود می شود. یا ندیدی کسانی را که در آیات خدا مجادله می کنند چگونه از راه حق منحرف می شوند؟ آن کسانی که کتاب آسمانی و آنچه رسولان خود را بدان فرستاده این تکذیب کردند، اما به زودی نتیجه کار خود را می دانند. آن هنگام که قل و زنجیرها بر گردن آنان قرار گرفته و آنها را می کشند و در آب جوشان وارد می کنند، سپس در آتش دوزخ افروخته می شوند. پس به آنها گفته می شود کجایند آنچرا همتای خدا قرار می دادید؟
همان معبودهایی را که جز خدا پرستش می کردید. آنها می گویند همه از نظر ما پنهان و گم شدند، بلکه ما اصلا پیش از این چیزی را پرستش نمی کردیم. این گونه خداوند کافران را گمراه می سازد. عذاب به خاطر آن است که به ناحق در زمین شادی می کردید و از روی غرور و مستی به خوشحالی می پرداختید. درهای جهنم وارد شوید و جاودانه در آن بمانید. و چه بد است جایگاه متکبران. پس ای پیامبر، صبر کن که وعده خدا حق است و هرگاه قسمتی از مجازاتهایی را که به آنها وعده داده ایم در حال حیاتت به تو ارائه دهیم یا تو را پیش از آن از دنیا ببریم مهم نیست، چرا که همه آنان را تنها به سوی ما باز می گردانند. ما پیش از تو رسولانی فرستادیم، سرگذشت گروهی از آنان را برای تو باز گفته و گروهی را برای تو بازگو نکرده ایم و هیچ پیامبری حق نداشت معجزه ای جز به فرمان خدا بیاورد و هنگامی که فرمان خداوند صادر شود به حق داوری خواهد شد و آنجا اهل باطل زیان خواهند کرد. خداوند کسی است که چهار پایان را برای شما آفرید تا بعضی را سوار شوید و از بعضی تغذیه کنید و برای شما در آنها منافع بسیاری است تا به وسیله آنها به مقصدی که در دل دارید برسید و بر آنها و بر کشتی ها سوار می شوید. او آیاتش را همواره به شما نشان می دهد، پس کدام یک از آیات او را انکار می کنید؟ آیا روی زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چه شد؟ همانها که نفراتشان از اینها بیشتر و نیرو و آثارشان در زمین فزونتر بود، اما هرگز آنچه را به دست می آوردند نتوانست آنها را بی نیاز سازد. هنگامی که رسولانشان دلایل روشن برای آنان آوردند، به دانشی که خود داشتند خوشحال بودند و غیر آن را هیچ می شمردند، ولی آنچه را از عذاب به تمسخر می گرفتند آنان را فرا گرفت. هنگامی که عذاب شدید ما را دیدند گفتند همکنون به خداوند یگانه ایمان آوردیم و به معبودهایی که همتای او می شمردیم کافر شدیم. اما هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند ایمانشان برای آنها سودی نداشت. این سنت خداوند است که همواره در میان بندگانش اجرا شده و آنجا کافران زیانکار شدند.